خب دوباره برگشتیم و ادامه برنامه خودتان برنامه امشب روز است و بخش اخیر برنامه هست. این بخش رو با ما همراه باشین و مطمئن باشین که اصلا خسته نمیشین. موضوعی که انتخاب کردیم، البته قبل از همه چیز میخوایم که مهمان ما را به معرفی بگیریم. آقای ذبیح الله بهجت هستند که مسئول روابط عمومی سازمان بین المللی مهربانی و در رابطه با همی سازمانی که البته یادآور شدم در رابطه با همی سازمان صحبت میداشته باشیم، روی همی سازمان بحث میداشته باشیم. اما قبل از همه چیز مهمان ما با ما هستن، میخوایم برشون سلام تقدیم کنیم. سلام خدمت شما. ابراز امتنان بابت دعوتتان. در نخواست سلام تقدیم شما و همکاران بخش تکنیک و همه بینندگان خوب برنامه تان. سلامت باشین، لطف کردین که در برنامه تان تشریف آوردین. خب میشه در رابطه با همی سازمان بین المللی مهربانی بگوین که از چی زمان این سازمان تأسیس شده، در زمان چند مدت میگذره از زمانی که تأسیس شده؟ تشکر از سوالتان. انگیزه تأسیس سازمان مهربانی در واقع در سال 2012 میلادی در ذهن رئیس سازمان مهربانی به وجود آمد که در همون سال در تلاش ازی بودیم که چگونه می توانیم کار بکنیم که مردمان زیاد و فامیل های بی‌وضاحت و فقیر زیاد را در افغانستان و حتی در سطح جهان تحت پوشش حمایت مالی قرار بدهیم. و خوشبختانه با یک تیم کاری ما تقریبا 7 سال روی موضوع کار کردیم تا اینکه در اواخر ماه اکتبر سال 2018 میلادی توانستیم اجازه فعالیت خود را یا همون جواز کار را ما از کشور آمریکا به دست بیاریم که فعلا دفتر مرکزی ما در آمریکا در ایالت ویرجینیا قرار دارد و خوشبختانه 3 روز پیش به گونه رسمی تحت یک برنامه افتتاحیه خاص ما توانستیم که برنامه خود را به گونه رسمی آغاز بکنیم. بله. که با یک تیم بسیار منسجم، تیم مسلکی روی موضوع در فعلا ما کار میکنیم و خوشبختانه در افغانستان مسئولیت تمام پیشبرد امور سازمان خیریه یا همون سازمان بین المللی مهربان در افغانستان بر عهده قهرمان ورزش افغانستان جناب نثار احمد بهاوی سپرده شده است. بله. که فعلا ما روی برنامه های استراتژی ما در طول 1 سال یا 2 سال یا 4 سال آینده ما کار میکنیم که اصولا یا بیشک نقش مؤسسات یا سازمانهای خیریه در کشورهای در حال توسعه چون افغانستان روی بالا بردن سطح توانایی و سطح زندگی مردم از نگاه اقتصادی و از نگاه اجتماعی خیلی پررنگ است و نمیشه که ما نقش سازمانها را و سازمانهای خیریه را در نظر نگیریم. بگونه ای که همین سازمانهای خیریه که به خاطر رسیدگی به فامیل های نیازمند و بی‌وضاحت در افغانستان فعالیت می کند، با عنوان بازوی قدرتمند مردمی در حمایت از مردمان بی‌وضاحت و نیازمند کشور فعالیت می کند. قربانتان سلامت باشین. خب میشه بگوین که از زمان تأسیس این سازمان شما چقدر فعالیت های خوبی را تانستین داشته باشین و در خدمت مردم بگذارین؟ قبل از پاسخ به پرسشتان میخوایم یک چیز علاوه بکنم که ما در افغانستان 2 هدف عمده و بنیادی داریم. اولی که ما جذب کمک های فوری را در حالات اضطرار همچون سیلاب زدگی، طوفان ها، همچون جنگ ها، در همچون حالات ما کوشش میکنیم که بیشتر از طرف خانواده های سرمایه دار ما بتوانیم کمک جذب کنیم برای خانواده های نیازمند، بگونه ای که همین کمک ها دوامدار باشد، یعنی ماه در ماه، سال در سال بتواند زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی خانواده را از نگاه مالی برآورده بسازد یا تأمین کند. ده. اما کمک دوم ما بستگی به خانواده های نیازمند دارد. قبل از او اصولا در هر کشور خانواده های نیازمند به 2 بخش تقسیم میشه. بخش اول خانواده هایی هستند که متاثر از عوامل طبیعی همچون سیلاب زدگی و طوفان و خشکسالی به یک خانواده نیازمند تبدیل شدند. اما خانواده های دوم کسانی هستند که متاثر از رشد، بلوغ فکری و اخلاقی، تکامل، پیشرفت در هر حالت خودشان را مقید به درخواست کمک یا کمک به دیگران تصور میکنند. که ما 2 هدف بنیادین در افغانستان داریم. اول به اون خانواده هایی که از متاثر از عوامل طبیعی بیجا شدن یا نیازمند شدن بر اونها ما کمک میکنیم و بر خانواده هایی که در هر حالت خودشان را مقید به درخواست و کمک میدانن برای اونا ما توجه میکنیم از نگاه مالی، از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی. ما بعد از اینکه به گونه رسمی یعنی اجازه فعالیت را در افغانستان به دست آوردیم و حتی در سطح جهان
بیشتر تلاش کردیم که خانواده هایی که به دلیل دچار آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی شدن اونا را تحت حمایت قرار بدهیم بله. و خوشبختانه تلاش های ما نتیجه داد و ما بیشتر از 100 خانواده را در 7 ولایت افغانستان که بعضی هایشان متاثر از عوامل طبیعی به خانواده نیازمند تبدیل شدن بر از اونا رسیدگی کردیم از نگاه مالی و بعضی از خانواده هایی که در هر حالت نیازمند است بر از اونا ما تا جای توان رسیدگی کردیم و انشالله هدف عمده و اساسی ما این است که سازمان را در افغانستان بیشتر رشد بدهیم و بتوانیم خانواده های بیشتر نیازمند را تحت پوشش حمایت مالی ما قرار بدهیم. خب علاقمندی مردم به همچون سازمان ها چگونه است فعلا؟ چقدر مردم علاقمندی دارن و یعنی هدف ما فعلا امی سازمان بین المللی مهربانی هست؟ چقدر مردم علاقمندی دارن و حکومت چقدر همراه شما همکار هست و شما را حمایت میکنن؟ خب بدون شک نقش و مشارکت مردم در سازمان های خیریه نمیتوانیم ازش چشم پوشی کنیم و یا نادیده بگیریم میشه. مشارکت مردم در امور سازمان های خیریه از دو نگاه یا از چندین نگاه میتواند دارای اهمیت بالایی باشد. اولی که دیوان مردم سالاری حاکم در سازمان های خیریه و خصوص سازمان مهربانی نهادینه میشود و دومی که همین سازمان ها و همین نهادها و مؤسسات خیریه باعث می شود که همکاری، همدلی، همباوری در میان مردم بین اقشار سرمایدار و اقشار غریب و فقیر محکم قرار بگیرد. ما خوشبختانه در این سازمان مشارکت مردم را در قسمت اهداف سازمان خیریه برای مردم افغانستان بسیار بالا دیدیم. یعنی زمانی که ما از یک خانواده نیازمند یک کلپ کوتاه از وضعیت زندگیشان آماده می سازیم و بعدش به تیم ما میفرستیم میبینیم که اونا از طریق مشارکت مردم و از طریق حمایت مردم ما میتوانیم همون بودجه مورد نظر دریافت کنیم و به خانواده های نیازمند برسانیم. بله. یک چیز نباید فراموش بکنیم که اکثر سازمان ها و مؤسسات خیریه بودجه خاصی ندارن که از او طریق بتوانند برای خانواده های نیازمند کمک کنند. در واقع همین مردم و همین فامیل های نیاز سرمایه‌دار و پولدار هستند که علاقه وافره دارند به خاطر از اینکه بتوانند سازمان های یا سازمان ما را تحت حمایت قرار بدهند. بله. اما خب باعث مسد چون وقت ما خیلی کوتاه مانده صحبتاتون خیلی کوتاه می داشته باشید. اما در بخش دوم که از طرف دولت چقدر ما تحت حمایت و پشتیبانی قرار گرفتیم این سوال فکر میکنم فعلا برای سازمان مهربانی وقت است به خاطر اینکه ما تازه به گونه رسمی اجازه فعالیت حاصل کردیم و به گونه رسمی فعالیت میکنیم اما تا جایی که وضعیت را میبینیم متاسفانه یک نوع بی‌اعتمادی بین دولت و نهادهای کمک کننده وجود دارد. ما به این باور هستم که باید اعتماد سازی شود و یک نهاد یا یک شبکه سرتاسری حمایتی که تمام سازمان های معتبر در او شبکه عضویت یا عضویت حاصل کنند اونجا تشکیل شود که ما کوشش میکنیم طرح بریزیم که حتی حکومت افغانستان را متقاعد بسازیم که سالانه یک بخش از بودجه سالی خود را یا بودجه مالی خود را اختصاص بدهد برای همون نهاد یا شبکه سرتاسری حمایتی مردم افغانستان که از او طریق ما بتوانیم که یک بخش زیاد از مشکلات خود را در قسمت تامین بودجه برای مردم افغانستان در نظر بگیرم. سلامت باشین. خب بحث آخرین پرسش شما به عنوان شخصی که مسئول روابط عمومی سازمان بین المللی مهربانی هستین پلان های بعدی شما چی هست از طریق سازمانی که دارید؟ شاید اکثر مردم فکر کنند که تنها هدف سازمان های خیریه یا همین سازمان بین المللی مهربانی کمک های نقدی می باشد. ما در واقع در کنار این که کمک های نقدی جز برنامه های اولویت ما قرار دارد بیشتر کوشش می کنیم که حس اعتماد به نفس خانواده های نیازمند را برگردانیم و آنان را به این اصل متقاعد بسازیم که انسان با کشف خود و باورهای درونی و استعدادهای درونی خود می تواند خیلی زیاد کارها کند و خیلی از دست به انجام خیلی از کارهای بزرگ بزند. ما با ارائه برنامه ها و کارگاه های آموزشی در بخش اجتماعی، در بخش فرهنگی، در بخش اقتصادی برای خانواده های نیازمند کوشش می کنیم که اونا را خودکفا بسازیم و در و جز پلان های آینده ما که برای خانواده های نیازمند بخصوص برای کودکان خیابانی اعمار و ساخت
محل بود و باش برای کودکان خیابانی که در افغانستان یک اشاره 8 میلیون کودک است و همچنان برای زنان بیوه و سایر فامیل های نیازمند. خب اگرچه صحبت های ما با شما باقی مانده، انشاءالله در برنامه های بعدی شما را خواهد داشتیم، اما چون فعلا وقت ما کاملا تمام هست، تشکر جهان سپاس شما آقای ذبیح الله بهجت که در برنامه تان تشریف آوردین. سلامت باشین، مهربانی کردین، لطف کردین. ممنون از شما و از برنامه خوبتان. قربانتان. خب بیننده های عزیز، وقت برنامه ما کاملا تمام هست. این بود برنامه امروز که با شما تقدیم کردیم. تا برنامه های بعدی زیاد پر حرفی نمی کنم، همگی شما را بلای پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا فردا، خدا نگهداره همگی ما شما.